در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پارلمان دوره دومی لایحه نوسازی نیروگاه برقی آبی نارک را تصدیق کرد. بانک ملی سکه‌های جشنی از متال‌های قیمت‌بها به معاملات می‌برارد. احتمال می‌رود که گاز معینی در تاجیکستان گران شود. شرح وزارت کارهای داخلی درباره قتل پسرکی 7 ساله در شهر دوشنبه. ورزشگری روس را برای ضربه ممنوع به حریف تاجیکش از بازی محروم کردند. در سودی با خبرها با شما هستم مونیسا تملویوا. سلام. تحتی رئیسیت رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد تویر زاکرزاده جلسه شورای مجلس نمایندگان برگزار گردید. اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان کشور. گفته شده است که رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید با اقتصاد و مالیه فیض الله مشربزاده زمین بررسی سازشنامه اوید با مبلغ گذاری بین تاجیکستان و اسوسیاسی بین المللی رشد ابراز داشت که سند مذکور ماه دکبر سال 2020 در شهر دوشنبه به امضا رسیده است. هدف لایحه برقرار و زیاد نمودن اقتدار استحصالی 6 گیدروآگریگات نیروگاه برقی آبی نارک و بلند برداشتن ثمرناکی آنها می باشد. در جلسه مذکور ذکر شده است که نیروگاه برقی آبی نارک سالهای 70 عصر گذشته با استفاده داده شده، آنی زمان تجهیزات آن کهنه و فرسوده گشته نیاز به تجدید و نوسازی دارند. در رابطه با این با دستگیری مولوی بانک جهانی و جلب شرکت مشاوری تریکتبل انجینیرینگ اس ای سالهای 2015-2016 اساسناکونی تکنیکی اقتصادی لایحه تجدید نیروگاه برقی آبی نارک و تأمین بخطری سد آن آماده کرده شده است. منبع اطلاع داده است که مرحله یکمی لایحه از سه قسم عوض نمودنی سه عدد اگریگات و تجهیزات یاری رسانی آنها، عوض نمودنی افتاترانسفرماترها و تأمین بخطری صد عبارت بوده، مهلت تطبیق آن دوامی 5 سال یعنی سالهای 2019-2023 پیش بینی گردیده است. مرحله دومی لایحه تجدید 6 اگریگات باقی مانده و تعمیر اساسی قسم های آبگذری گیدروتوربین ها، عوض نمودن ترانسفرماتر های بلند کننده شدت، عوض نمودن دستگاه تقسیم کننده 6 کیلووات در تالار ماشین ها و مکانیزم های بربردار با توانایی 360 تنه و دیگر تجهیزات ضروری یاری رسان را در بر گرفته. دوامی 5 سال یعنی سالهای 2024-2028 با ارزش زیاد از 148 میلیون دلار تطبیق خواهد گردید. بانک ملی تاجیکستان با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانخای سکه‌های خاطره‌ای با معاملات می‌برارد. بانک ملی تاجیکستان اطلاع داده است که سکه‌های جشنی از متال‌های قیمت‌بها آماده کرده می‌شوند. حکومت تاجیکستان علاقه رمزهای تجلیلی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 سالگرد سازمان همکاری شانخای را تصدیق کرده است. قید کرده شده است که این رمزها هنگامی تهیه تنگه‌های جشنی استفاده می‌شوند. تنگه‌ها را می‌توان همچون تحفه‌های خاطره‌ای و تحفه‌ها برای مهمانان تاجیکستان استفاده نمود. بانک ملی تاجیکستان منتظم تنگه‌های جشنی و متال‌های قیمت‌بها با افتخار سنه‌های تاریخی اربابان دولتی، اینچنین با افتخار چاره‌بینی‌های مهم جمعیتی و دولتی با معاملات می‌برارد. تأکید داشته است بانک ملی. احتمال می‌رود که گاز مایع نیز در تاجیکستان گران شود، گزارش می‌دهد پرسوده در استناد به رسانه‌ها. گفته می‌شود با سوزی تجهیزاتی و توقف موقت فعالیت یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های گاز قزاقستان نگرانی‌ها را از افزایش قیمت گاز مایع در تاجیکستان افزایش داده است. این پالایشگاه در شهر اتیراوی قزاقستان از بزرگترین پالایشگاه‌های گاز این کشور به شمار می‌رود که فعالیت آن به دلیل با سوزی تجهیزاتی به طور موقت قطع شده است. می‌نویسد منبع. جمهوری تاجیکستان در سال 2020 از خارج 420 هزار تن گاز مایع وارد کرد که 90% آن از قزاقستان تامین شد. نزدیک به 65% وسایل نقلیه تاجیکستان با گاز مایع فعالیت میکنند و خانواده ها نیز برای پخت غذا از این نوع سوخت استفاده میکنند. فعلا ارزش گاز مایع در تاجیکستان 4.40 درهم را برای 1 لیتر تشکیل میدهد.
جستجوی گماندار در کشتاری پسری که 7 ساله در شهر دوشنبه خواننده سنفی یکم مکتب رقم 50 احمد جان عبدالرحمنوف با گذشت 4 روز از روز حادثه ادامه دارد. در این باره از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به اسپوتنیک تاجیکستان اطلاع دادند. سخنگوی نهاد نصرت الله محمدزاده تایید کرده است که وزارت این حادثه را تحقیق میکند و فعلا کارهای اپراتیوی ادامه دارد. حادثه کشتاری پسری که 7 ساله در کوچه الیک کشوی دوشنبه از جانب مقامات تفتیش می شود و برای پیدا و دستگیر کردن گمان بر شونده خویشاوند پسرک زن 53 ساله کارهای اپراتیوی تفتیشاتی ادامه دارد، گفت در صحبت با اسپوتنیک تاجیکستان. یادرس می شویم پیشتر خبر داده شده بود که گماندار در کشتاری احمد جان 7 ساله همسری امکی پدرش مبارک عبدالرحمن وی 53 ساله می باشد. در شبکه های اجتماعی گفته می شد که زن بیماری روحی دارد، اما جانب جبر دیده خانواده پسری که کشته شده بر آنند که زن از جهت روانی صحت می باشد. با گفته شاهدی قضیه حادثه سنه 5 مارت وقتی رخ داد که پسرک از مکتب برمیگشت، گمان بر شونده با روحی فریب احمد جان را به منزلش که در همسایگی خانه خانواده مرحوم قرار دارد دعوت کرد و بنابر نوارهای کامیروی مشاهدوی بعد 10 دقیقه از منزل بیرون و نوپدید شد. بعد چند ساعت جسم بیجان کودک را از منزل زن پیدا کردند. در سن پیتربورگ مسابقه هنرهای آمیخته گاریلا ام ام ای سریز 27 تایم فور نیو هیروز برگزار شد. در این مسابقه ورزشگران از روسیه، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. رزمکاری تاجیک شمشاد رازیزاده با وادیم دیمیتری فیروز نبرد کرد. زد و خورد جالی بود. در نوارها دیده می شود که چگونه هر دو ورزشکار با یکدیگر حمله می کنند، در حالی که هیچ کدامی از آنها نمی خواهند اعتراف کنند. از روی نوارها روزیزاده خوب کار می کند. او با دمیتریف هر لحظه ضربه می زند. هر گاه و گاهی می کشد که رقیب خود را کنج برد و برتری را به دست آورد. عملهای قطعی روزیزاده را دیده ورزشکاری روسیه او را با اورنج به پشتی سر زد. استفاده چنین اصول هنگامی مبارزه ممنوع است، بنابراین دمیتریف فوراً از مسابقه محروم کرده شد. غلبه نصیب ورزشکاری تاجیکستان کردید. شنوندگان گرامی، با امید تنسیتیو خانوادی هر یکی شما خداحافظی میکنیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.